هو المطلوب. حتما شما هم شنیدید که تورم در ماه‌های اخیر کاهش پیدا کرده و توی ذهنتون این سوال چرخیده که پس چرا اجناس هر روز گرون و گرون‌تر میشن و لابد این یه دروغه. حالا کاهش تورم واقعا راسته؟ باید بگم که بله. پس بیاین با هم ببینیم تورم اصلا چی هست. تورم در واقع سرعت افزایش قیمت هاست، نه خود افزایش قیمت ها. بیاید اینجا، مثلا نرخ تورم سالانه در سال گذشته 60% بوده و الان شده 40%. این یعنی قیمت کالایی که پارسال 100 هزار تومان بوده با نرخ تورم 60% باید به 160 هزار تومان میرسیده، اما به 140 هزار تومان رسیده چون نرخ تورم کاهش پیدا کرده. از این گذشته دلیل اصلی تورم فاصله بین نقدینگی و تولید در کشوره، یعنی به مقداری که نقدینگی در کشور هست تولید پشتوانه اون نیست. دولت در سالهای اخیر سعی کرده با اقداماتی مثل احیای بیش از 2700 واحد تولیدی، صاف کردن بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش دریافت درآمدهای ارزی نرخ تورم رو کاهش بده و خب تا به اینجا موفق بوده و این باعث میشه با وجود اینکه نرخ تورم هنوز هم خیلی بالاست، امید داشته باشیم که روز به روز کمتر بشه و در نهایت به تعادل برسه.